یه مشکلی که خیلی از والدین ممکنه با کودک نوپاشون داشته باشن، به خصوص بچه ها بعد از 3 سالگی، ممکنه که یک مقدار رفتارهای از خودشون نشون بدن که والدین به حساب بی احترامی و بی ادبی کودکشون تلقی بکنن. ممکنه مثلا برن یک جای عمومی، کودکشون برای رسیدن به خواستش قشقرق به راه بندازه، جیغ و فریاد بکنه، یا پدر و مادرش رو با الفاظ بدی خطاب بکنه، یا در واقع رفتارهایی که نشونه در واقع بی احترامی هستش. ممکنه والدین با این مشکل تو بچه هاشون روبرو شده باشن که ندونه واقعا چجوری باید این مسئله رو برطرف بکنن و ما چطور میتونیم ادب و احترام رو به کودکمون یاد بدیم. اگر میخواین این مسئله رو بدونید، حتما این ویدیو رو ببینید. سلام، من مهدی هستم. خوش اومدیم به کانال تام فامیلی خانواده برتر. اگر اولین بار هستش که ویدیو منو میبینید، میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید یا مشترک شدن رو بزنید که به کانال من ملحق بشید و زنگوله کنارش هم بزنید. هر زمان ویدیو جدیدی منتشر شد مطلع میشید و یه نوع ویدیو رو تماشا میکنید. امروز میخوام در واقع بهتون بگم که ما چیکار میتونیم بکنیم که کودکی داشته باشیم که در واقع احترام و ادب رو یاد بگیره. اولین کار اینه که شما انتظاراتتون رو در واقع یه بررسی بکنیم. مثلا اگر کودک شما 3 سالش هست، بهش میگین که مثلا بیا بریم این کار رو انجام بدیم، ولی میبینین که به حرف شما توجهی نمیکنه و داره کار خودش رو انجام میده، حتی ممکنه شکلک در بیاره که یعنی به حرف شما بیتوجهی کرده و داره کار خودش رو ادامه میده، شما ممکنه فکر کنین که چرا بیادبه. در صورتی که کودکی که 3 ساله هستش هنوز اون مهارت‌های زبانی رو یاد نگرفته و نیاز به تجربه داره و نیاز داره که در واقع در طی زمان این مهارت‌ها رو کسب بکنه، بنابراین شما نباید انتظار داشته باشین که کودک 3 سالتون بلد باشه که چطوری در واقع جواب شما رو با احترام بده. پس اولین کاری که باید بکنیم اینی که انتظارات خودتون رو بررسی بکنی که در حد و اندازه سن کودکتون ازش انتظار داشته باشین. حالا برای این که در واقع شما بتونین این مسئله رو به کودکتون یاد بدین، باید چی کار بکنین؟ اولین کاری که باید بکنین که هر زمان کودکتون داره برای شما یک موضوعی رو تعریف میکنه یا میخواد با شما صحبت بکنه، با دقت بهش گوش کنین. حتی بشینین، اگر قدش کوتاه چون کوتاه‌تر از شما هستش، میتونین بشینین کف زمین که هم سطح کودکتون بشین، به چشماش نگاه بکنین و کامل سراپا گوش باشین به حرفش، که این نشون میده که خیلی مهم هستش که شما دارین در واقع بهش توجه میکنی و به حرفاش گوش میدی. دومین کاری که باید بکنی اینه که احساساتش رو تایید بکنی. اگر کودکتون از یک موضوع ناراحته، مثلا اگه دوست داره توی ظرف غذای خودش غذا بخوره و دوست داره که همین الان اون رو شما بهش بدی، ولی مثلا اون ظرف کثیفه و شما نمیتونید در اون لحظه بهش بدی، بهش بگی که آره میدونم، درک میکنم که الان تو دوست داری توی این بخوری ولی کثیفه و حق داری که ناراحت بشی، عصبانی بشی. اعصاب آدم خرد میشه وقتی چیزی رو دوست داری ولی نمیتونی داشته باشی. حالا بیا بین این دوتا رنگ، حالا مثلا این دوتا ظرف انتخاب بکن، بگو که تو کدوم یکی از این دوتا الان دوست داری غذا بخوری یا داشته باشی، که بعداً حالا با هم کمک میکنی اون ظرفت رو میشوریمش و بعداً دوباره ازش استفاده میکنی. پس سعی بکنین که احساساتش رو در واقع دست کم نگیرین و توجه بکنین به اون احساسش. متناسب با سنش از این موضوع ناراحت شده، در واقع شما باید درکش بکنین که و حق رو بهش بدین که از این موضوع ناراحت بشه. کار بعدی که باید بکنین که به کودکتون حق انتخاب بدین. مثلا ممکنه یک سری از کارها رو بچه‌ها دوست داشته باشن خودشون انجام بدن، در حد حالا توانتون سعی بکنین که اجازه بدین و یک سری از کارها رو بچه‌ها که دوست دارن با نظارت شما انجام بدن. مثلا اگر دوست داره گلا رو آب بده، این فرصت رو براش فراهم بکنین که بتونه این کار رو انجام بده. وقتی بفهمی که حق انتخاب داره و شما به خواسته ها علایقش توجه میکنید، اون هم این رو یاد میگیره و این ادب و احترام رو متقابلا به سمت شما برمیگردونه.
و کار دیگه ای که میتونین بکنین اینه که به کودکتون حرفایی که نشونه مؤدب بودن هست رو بهش یاد بدین. مثلا اگر چیزی رو میخواد بگه لطفا، یا اگر چیزی رو گرفت بگه ممنون یا مرسی، سپاسگزاری بکنه، که در واقع وقتی به کودکتون یاد بدین که برای درخواستهاش از این کلمات لطفا و متشکرم یا مرسی استفاده بکنه، و خودتون هم سعی بکنین که با کودکتون وقتی تعامل دارین یا با اطرافیانتون از این کلمات استفاده بکنین تا کودکتون هم از شما یاد بگیره که در زمانی که یک درخواستی رو داره نباید دستوری در واقع به دیگران دستور بده یا حالت امری درخواستش رو مطرح بکنه. و همچنین وقتی که کودکتون از این الفاظ یاد گرفت که استفاده کنه، شما سعی بکنین که تشویقش بکنین یا بگین که چقدر خوب که تو گفتی ممنونم، یا آفرین چقدر کار خوبی کردی که گفتی لطفا اینو به من بده. اینا باعث میشه که کودکتون در واقع بیشتر تشویق بشه که بیشتر از این کلمات استفاده بکنه. گاهی هم ممکنه کودکتون یک رفتاری رو نشون بده که در واقع بخواد شما رو امتحان بکنه. مثلا ممکنه با الفاظ بدی شما رو صدا بزنه یا حالت امری صحبت بکنه که این باعث بشه که شما فکر کنید کودکتون بی‌ادبه و شروع کنید که یک واکنش شدید رو نشون بده. و اینکه کودکتون عمدن هم این کار رو نمی‌کنه، بلکه می‌خواد در واقع این روش رو امتحان بکنه ببینه چه واکنشی از سوی شما می‌گیره. تو این شرایط بهتره خونسردیتون رو حفظ بکنید و بهش بگین که ما با دیگران اینجوری حرف نمی‌زنیم، یا این الفاظی که تو استفاده می‌کنی یا این کلماتی که تو می‌گی درست نیست، و به جاش می‌تونی مؤدبانه این رو از من بخوای که من در واقع این کار رو برات انجام بدم. پس روش درستش رو در واقع با آرامش و با خونسردی براش توضیح بدی. نکته دیگه این که برای کودکتون وقتی محدودیت‌هایی رو تعیین می‌کنین قاطع باشین، هم مهربون باشین هم قاطع باشین. مثلا اگر رفتین برای خرید تو مغازه، کودکتون خیلی علم شنگه به پا می‌کنه که من اینو می‌خوام اونو می‌خوام، و در واقع داره یک جورایی فکر می‌کنین که آبروتون رو داره می‌بره اونجا، کاری که شما باید بکنین که اولا خونسردیتون رو حفظ بکنین، واکنش بیش از حد در واقع به رفتار کودک نباید نشون بدین، چون اگر نشون بدین به ضرر خودتونه و کار بدتر میشه. کودکتون رو با مهربونی، نه با خشونت، با مهربونی و قاطع در واقع میبرین به سمت حالا ماشین یا جایی که در واقع بیرون از مغازه یا فروشگاه هستش و باهاش صحبت میکنین. وقتی هم که کودکتون رو دارین خارج میکنین از مغازه، خشونت نباید تو رفتار شما باشه، و باهاش صحبت میکنین که آروم بشه، میگین که من میخوام تو اول آروم بشی، و بعد اگر آروم شدی دوباره برمیگردیم به فروشگاه یا مغازه‌ای که بودی، که اینجوری در واقع کودکتون یاد میگیره که با شلوغ کردن یا علم شنگ به پا کردن نمیتونه به هدفش برسه، باید حتما آروم باشه که در واقع اون خواستش رو مطرح بکنه تا به نتیجه برسه. پس فقط لازمش اینه که شما خونسردیتون رو حفظ بکنید، آرامش داشته باشین و با آرامش کودکتون رو از محیط خارج بکنید، و وقتی آروم شد دوباره میتونید بررسی بکنید که حالا اگر در حد توانتون هست به خواسته هاش جواب بدید. من میخوام به یک نکته هم اشاره بکنم که شما اینو در نظر بگیرید که ممکنه با کودکتون اختلاف نظر داشته باشین. اگر ممکنه مثلا شما یک کاری رو بخواید به فرزندتون انجام نده، این نشونه بی‌ادبی و بی‌احترامیش نیست، بلکه در واقع کودکتون با شما اختلاف نظر داره و دوست نداره در واقع اون کارو انجام بده، که شما باید به کودکتون احترام بذارین و این اختلاف نظر رو قبول بکنی و فقط ازش بخواید که با الفاظ بهتری خواسته هاش رو وام بکنه یا حرفش رو بزنه که مشکلی پیش نیاد. امیدوارم نکاتی که در این ویدیو گفتم کمک کنه به شما والدین عزیز که بتونید در واقع ادب و احترام رو به کودکتون یاد بدین و انتظارات خودتون رو مجدد بررسی بکنید و بتونید اون راهکار درست رو در زندگیتون اجرا بکنید. اگر از ویدیو من خوشتون اومد حتما لایک بکنید، نظر یا پیشنهادتون رو در قسمت کامنت ها برام بذارید. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.